هشتم اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی و 28 آوریل 2017 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به کارنامه دولت حسن روحانی. پرده آخر هم آخر برنامه. به هر حال فعلا بریم تقدیمی رو ببینیم به سردار فرمانده راهور. محل سکونت تعدادی از افسران عالی رتبه پلیس راه که در چادر زندگی میکنن سر زمین اراضیش. نه میخوام اون بر خانمه هستن نشه. محل سکونتشون، نوع زندگیشون. داریم میریم به سمت آشپزخونه. اینم که یکی از اعضا اساس خونه‌ش آورده اینجا، جایی برای زندگی نداره. اینم داخل آشپزخانه. اینم آب گرم کنه دیواری بچه های پلیس را. اینم اساس زندگیش و اجاهای آشپزخانه. ببینین تقدیمی هاتون رو میتونین به پیامگیر تلفن شماره 201-202-382-59-82 بفرستین. یه بار دیگه بذاریم بخونم. 201-202-382-59-82. همینطور میتونین تقدیمی ها رو به ایمیل صفحه آخر lastpage@voanews.com، به فیسبوک صفحه آخر voalastpage و به کانال تلگرام صدای آمریکا فارسی VOA بفرستین و حتما قید کنین که برای برنامه صفحه آخر. اولین همایش انتخاباتی آقای روحانی برای انتخابات امسال 1396 هفته پیش در قزوین برگزار شد. بسر شعار و واقعیت. آیا دو مرتبه میخواهیم فقط شعار بدهیم برای عظمت ایران، یا در مقام عمل عظمت ایران را بیافرینیم؟ میگه شعار ندیم، عمل مهمه، عظمت ایران را بیافرینیم. عظمت ایران در طول برنامه خواهم گفت که در طول این چهار ساله در ادامه 8 سال قبلش چجوری سقوط آزاد کرده. استاد شعار دادن آقای روحانی. میگه عمل مهمه، شعار ندیم، حرفای کلی و بیخاصیت نزنیم، مثلا از این نوع حرفا. با نظر مردم و با مدیریت یک پارچه و با همافزایی دستگاه‌های دیگر ما بهتر و راحت‌تر میتونیم شهرهای بزرگمون رو اداره بکنیم و به اهداف توسعه بلند مدتمون به شهرها بپردازیم، درآمد لازم را برای مردم به وجود بیاریم، فاصله طبقاتی رو در شهرها کم بکنیم، حاشیه نشینی ها رو از بین ببریم، مسکنی که موجب راحتی مردم باشه برای مردم تسهیل بکنیم و از فناوری های نو برای اداره شهر استفاده کنیم. چی شد؟ همین حرفای کل، مالیات که نداره. ما باید بهشت بسازیم، ما باید بهشت بی دیوار بسازیم، ما باید عادلانه ثروت را تقسیم کنیم، ما باید. بازم با کمال رشادت حرفای منبری 4 سال پیش رو میزنه آقای روحانی. دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان
خودشون نیاز نداشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، همه افراد شاغل باشن در خونه، در خانواده، با افتخار. صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخاره. ما اگر زندگی مردم خوب کنیم، مردم با افتخار مالیات به دولت میدن، نیاز ندارن دست به سوی دولت دراز کنن. من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. اینام که شعار نیست که ملت بزرگ و عزیز ما زیر سایه دولت تدبیر و امید چجوری زندگی کرده تو این 4 ساله؟ این صحبت های 4 سال پیش آقای روحانی بود. ببینین حرفایی که 4 سال پیش زدین آقای روحانی و نتیجه عملیش تو این 4 سال. برای اشتغال راه حل اساسی رونق هست، یعنی ما باید تولید رو به حرکت در بیاریم. شما وقتی میبینید هر روز یک کارخونه تعطیل میشه، حتی اونی که شاغلم هست داره بیکار میشه. گفتم 100 روز من حل میکنم. اینا بخشی از تعطیلی سال 95 واحدهای تولیدی بود که همشون سابقهشون به قبل از انقلاب برمیگرده. فقط سال 95. آمارها میگویند، گیریم همه این آمارهای دولتی هم دقیقه، آمارها میگویند از سال 84 تا کنون، یعنی تا سال 94 این آمار، در 10 سال 84 تا 94 هزینه خانوار در ایران 4.7 برابر شده و درآمدها 4.4 برابر شده. با این وجود زندگی خانواری با درآمد ماهیانه کمتر از 2,700,000 تومان در تهران به معنای قرار داشتن زیر خط فقر است. آن با درآمد ماهیانه کمتر از 2,700,000 تومان در تهران به معنای قرار داشتن زیر خط فقر است. بگیریم که این آمار درست، این اندازه درست، یعنی چی؟ 40% جمعیت ایران زیر خط فقر هم. محرومن. بیش از 10 میلیون نفر از 300 میلیون کارگر در بازار کار ایران حداقل دستمزد را میگیرن. این آمار امسال ها، یعنی چقدر؟ حداقل دستمزد چقدره؟ حدود 930 هزار تومان جدیدن برای سال 96 تعیین کردن. پارسال چقدر بود؟ 812 هزار تومان. 10 میلیون نفر از 300 میلیون نفر کارگر در بازار کار ایران، این حقوق ماهانشون. متوسط خانوار رو بگیریم 5 نفر، زن و شوهر و 3 تا بچه. 50 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران اگر بخواین حتی با آمارای خودشون حساب بکنین زیر خط فقر قرار میگیرن. 50 میلیون نفر. اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید اینه آرامش به مردم بده در بخش اقتصاد، نگرانی رو برداره، مردم برای کالای اساسیشون نگران نباشن. اصلا بالاتر، دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، همه افراد شاغل باشن در خونه، در خانواده، با افتخار. صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخاره. ما اگر زندگی مردم خوب کنیم، مردم با افتخار مالیات به دولت میدن، نیاز ندارن دست به سوی دولت دراز کنن. من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما
به سمت دولت دست دراز کنه. دوست دارم آقای رئیس جمهور یک روز با این ماشین ما کار بکنه، مخصوصا تو سال آخری این سال 95 ببینه که ما چه سختی کشیدیم. عدالت یعنی کارگر به حقش برسه. کار داری؟ نه والا میام اینجا یه کار جرم الان 5 ماه اینجا کار بکنم بندی خودم مثل تو بندم دادتان. عدالت یعنی به کسی ظلم نشه. الان من دوتا مدرسه رو دارم نمیرسونم، خدایی نمیرسونم. تو مسکن میران کار میکنیم ولی 6 ماه حقوق نگرفتیم. بازه مسکن والا توی یکی 2 سال اخیر خیلی افتضاح. ما شرایط بهتری پیدا میکنیم. من الان خودم شخصا هم کار میکنم هم درس میخونم. الان مثلا روزی 10 ساعت کار میکنم، ساعتی 3000 تومان میگیرم. همه افراد شاغل باشن در خونه، در خانواده، با افتخار. چی میفروشی؟ چای. چند سالته؟ 14. مدرسه میرفتم الان نمیرم. زندگی خوب داشته باشن. پول کمه دیگه، باید بیایم کار کنیم. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. ما خونه نداریم، الان 50 سالمون خونه نداریم، مستاجریم، شوهرم کار نداره. عدالت یعنی تولیدگر به حقش برسه. ما خودمون تولیدی داشتیم ورشکست شده، هزاران هزار این تولیدی ها هستن. بیکارم، دست فروشم، چاره‌ای ندارم دیگه، باید دست فروشی کنم خرج زندگیم در بیاد. طرف میتونه خوراکشو نخره، میتونه معاش زندگیشو مثلا اولیه زندگی رو نخره. بدبختا بیچاره ها تن فروشی داشت راهده. اقتصاد دارش خوب بوده داشت. الان هر کی پس اندازه تو خونه داشت، الان همه یارو میاد 5 تا بنزین، 3 تا بنزین میزنه. حاجا تو الان شیشلیک خوردید؟ شیشلیک نه. 10 سال پیش ساعت 5:25 دقیقه بعد از ظهر داشت دش نکردیم بریم یه فلافل بخوریم. این کارکرد امروزمونه، چه شیشلیکش برسه. چه غذایی میخوری شروع به کار میکنی پدر جون؟ چایش نون پنیر. یه نون پنیر دلونه بیشتر سوپ. الان اگه تخم مرغ گیرم بیاد اونو میخورم. قرمه سبزی شاید در 6 ماه یه دفعه بخورم. معمولا 1-2 لقمه نون و پیاز. انرژی داری موقع کار کردن؟ چاره ندارم. آقای امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران دوشنبه 23 اسفند 95 همزمان با انتشار نتایج اولیه سرشماری جمعیت سال 95 گفت که نیمی از جمعیت فعال ایران در فاصله سالهای 90 تا 95 بیکار هستند بر طبق آمار. نمیدونم، آدم خفه خون میگیره واقعا به جای اینکه فریاد بزنه دیگه. همین دولت رو ببینین، این وضع رو دیدین، این آمار رو دیدین که مال خودشونم هست. بعد همین دولت روحانی، همین آقای روحانی، همین آقای عمامه به سر، همین آدم میاد میگه ما تورم رو یه رقمی کردیم، رونق آوردیم به اقتصاد. همین حرفای کلی که معلوم نیست کدومش درسته کدوم آمار درسته. جهانگیری معاون اولش همین پیروز میگفت 7% رشد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی آوردیم که بی سابقه بوده است. یا آمارای نامربوط میدن، حرفایی میزنن که نمیدونم، فکر میکنن مردم خودشون نمیفهمن وضعشون چجوریه، ارزاق چنده، نمیدونن ارزش پول و قدرت خرید مردم بیش از دوره احمدی نژاد آمده پایین. یعنی همونجوری از اون دولت پاک محبوب رهبر سقوط ارزش ریال و کم شدن قدرت خرید ادامه داره تا الان. چرا انقدر شعار میدین؟ ببینین وبسایت بیزینس اینسایدر در گزارش تصویری به بررسی ارزش واحدهای پول در 6 قاره جهان و مقایسه آنها با دلار آمریکا پرداخته که این گزارش نشان می‌دهد ریال ایران پایین‌ترین ارزش را در برابر دلار دارد و ضعیف‌ترین واحد پولی کنونی جهان به شمار می‌آید. دیدین دیگه، اولش عکس ریال پر افتخار جمهوری اسلامی ایران. این قیمت گوشت، مقایسه قیمت گوشت تو این چند ساله، این رشد قیمت رو مقایسه کنین با حداقل دستمزدی که امسال تعیین کردین آقای دولت روحانی برای مردم، بعد با این وضع رکود اقتصادی بذارین بگم که نسبت به دوره احمدی نژادی که مملکت رو ورشکست کرد هزینه دولتتون 2.5 برابر دولت احمدی نژاد. چرا؟
شما قوه مجریه رو با هزینه ماهانه حدوداً 8000 میلیارد تومان از احمدی نژاد تحویل گرفتین، درست؟ این هزینه های جاری دولت شماست. در 9 ماه اول سال 94 قبل از اجرای برجام به طور میانگین 12000 میلیارد تومان بود. 12000 خورده ای. فقط تو 2 ماه بعد از اجرای برجام رشد بالای 50% پیدا کرد، شد به طور متوسط نزدیک 19000 میلیارد تومان. چرا؟ درآمدی که از صادرات نفتی و غیر نفتی داری کجا میره که افتخار میکنی که برای اولین بار درآمد صادرات غیر نفتی ما بیشتر از واردات غیر نفتیمون شد؟ کجا میره این درآمد که وضع مردم هر روز بدتر میشه؟ میدونیم که 700 میلیارد دلار فقط یک قلم تو دولت احمدی نژاد نابود شد، نتیجهشو مردم دیدن، و ده ها میلیارد دلار گم شد تو اون دولت. یکی از نتایج دولت احمدی نژاد بود، مثلا گم شد، کسی هم نمیدونه کجاست مثلا. اما آقای روحانی از پولایی که از پولای گم شده در دوره خود شما چه خبر؟ یه قلمشو میگن بالای 50 میلیارد تومنه. حمیدرضا حاجی بابایی برای مثال توضیحی که میده، بذارین من تا متن دقیق صحبتهای حمیدرضا حاجی بابایی رو نداشته باشم حیفم میاد. خودتون میدونید که حمیدرضا حاجی بابایی در ارتباط با یارانه ها چه افشاگری کرد. حمیدرضا حاجی بابایی اصولگرا، خب مثل احمد توکلی اصولگرا، بخشش دعواهای بینتونه که اینها از پرده برون میافتد، بخشش هم به هر حال رگه های عدالت خواهیه که همچنان به هر حال تو بعضی از طرفدارای انقلاب اسلامی مونده. ها ۵۶ میلیارد تومان تو خزانه نرفته. یعنی چی؟ یعنی شما یک، حالا میرسیم به این آمارها، عرض میکنم، یعنی شما نفتی رو فروختین، قرار بوده تو خزانه بذارین، برداشتارم کردین، ولی این وسط یه 56 میلیارد تومانی وجود نداره، در خزانه نرفته. 1.7 میلیارد دلاری که شما فقط یه قلم در توافق با دولت اوباما گرفتین کجاست؟ من بذارین عیناً بخونم. دولت اوباما مال سال 95، دولت اوباما روز، یعنی ژانویه 90 یا ژانویه 2017، دولت اوباما روز چهارشنبه اعلام کرده است که در ماه ژانویه 2017، دو روز بعد از اینکه اجازه تحویل 400 میلیون دلار پول نقد به ایران را داده است، 1.3 میلیارد دلار دیگر نیز بابت حل و فصل دعوای حقوقی در خصوص تجهیزات نظامی تحویل شما داده. این تجهیزات نظامی بوده است که قبلا سفارش داده شده بود، هم در زمان شاه، هم تا قبل از تحریم ها، و بعد البته ما تا قبل از تحریم ها که شما تجهیزات نظامی سفارش ندیدیم با آمریکا، همش مال دوره شاهه. و اون دعوای قدیمی که آقا خب یا تجهیزات نظامی رو به ما بدین یا پولش رو بدین و اینها، با بهرش اینها به تهران پرداخت شد. مسئولان جمهوری اسلامی حرف حساب درست که نمیزنن، بیش از 10 جور حرف میزنن. من اون سایت تابناک رو داشتم میدیدم، دیدم واقعا بهتون میگم و بیش از 10 جور نقل قول کرده بود از مسئولان جمهوری اسلامی که ما حساب کتابمون با آمریکا سر توافقهای برجام چیه، از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد گرفته، وزیر دارایی گرفته، وزیر صنعت و معدن، سخنگوی دولت گرفته، بعد سپاهی ها گرفته. 10 جور حرف میزنن درباره میزان پولای آزاد شده ایران. منتها ببینین مطالب مربوط به این موضوع رو آدم تو نشریات خارجی به ویژه نشریات آمریکایی خب طبیعی است که یه مقدار روشن‌تر می‌بینه، چون پنهانکاری تو رسانه‌ها یا نیست یا خیلی خیلی کم، نمیشه گفت نیست، به هر حال خیلی کمتره. ببینید بر طبق نوشته رسانه‌های آمریکایی، اولا آسوشیتد پرس و واشنگتن پست هر دو در این باره نوشتن که اولا اوباما خودش مطرح کرده بود که 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران از قبل فروش نفت آزاد میشه در صورتی که مطمئن بشیم که فعالیت هسته‌ای متوقف شده.
و این پول در یک فرایند زمانی به ایران خواهد رسید. خب یک، وضع این پول چی شده آقای روحانی؟ نمیخوای هنوز جواب بدی؟ اون 1,700,000,000 دلاری که ربطی به این 150 میلیارد دلار ماجرای نفت نداشته و شما گرفتین، اون 1,000,000,000 رو ببینین دقیقا. من یه بار دیگه میگم برای اینکه اگر کسایی احیانا من بد گفتم و قاطی کردن دقیقا متوجه بشن، دولت اوباما اعلام کرده است که در ماه ژانویه 2017 دو روز بعد از اینکه اجازه تحویل 400 میلیون دلار پول نقد به ایران را داده، 1,300,000,000 دلار دیگر نیز بابت حل و فصل دعوای حقوقی در خصوص تجهیزات نظامی تحویل داده نشده به تهران پرداخت کرده است. رو هم میشه چی؟ میشه 1,700,000,000 دلار. چرا هیچ گزارشی داده نمیشه از نتایج مذاکرات برجامین؟ کجاست این پولا؟ اگه خامنه ای نمیذاره شما گزارش بدین آقای روحانی، خب چرا نمیگین که جلو گزارش دادن ما رو میگیرن؟ شما که خوب بلدین به هزار زبان نطق بکنین، حرفتون رو بزنین. یعنی ننداز بی خودی گردن رهبر معظم. هر وقت شما به پای رهبر معظم پیچیدین و جوابشو دادین، مردم فهمیدن، خیالتون راحت باشه. گیر جای دیگه است. شما که حتی پول هواپیماهایی رو که با هزار افتخار و تبلیغ کردن ناوگان مسافری هوایی ایران دارد نو می شود دارین می خرین، از صندوق توسعه ملی دارین برداشت میکنین. سال گذشته 6,672,000,000 دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز و 14,645,000,000 دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که نشان دهنده کاهش 8,000,000,000 دلاری موجودی صندوق است. با انعقاد قرارداد میان ایران ایر، ایرباس و بوئینگ برای خرید هواپیما، دولت روحانی قرار است 330,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند. مگه خود شما نبودین آقای روحانی اردیبهشت 93 آمدین با همین ژستایی که میگیرین گفتین گام دیگر دولت 11 برای اجرای قانون، ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی؟ و چی شد؟ چرا اینقدر دروغ و تناقض؟ کجا میره این پولا؟ یه قلمش رو عرض کنم خدمتتون که بدونین مردم میدونن کجا میره. از سال 2013 به این طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند خط اعتباری به ارزش 5,600,000,000 دلار در اختیار همتای سوری خود قرار داده که عمدتاً برای واردات نفت ایران از سوی نظام دمشق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این خطوط اعتباری به دولت سوریه اجازه می‌دهد سقوط صادرات نفتی خود را در پی تحریم این صادرات از سوی اتحادیه اروپا و افتادن میدان‌های نفتی کشور به دست مخالفان جبران کند. چقدر؟ 5,600,000,000 دلار در اختیار سوریه برای اینکه سرپا نگه داره. 5,600,000,000 دلار. چی بگم؟ از کجا بگم؟ چرا این همه؟ بذارین قسمت قسمت برم جلو. چرا این همه درباره فساد اطرافیانتون آقای روحانی و وزرای کابینتون سند رو میشه، شاهد رو میشه، شما بی تفاوت میذارید؟ اینجا وقتی یقتون رو میگیرن قدرت دارین که جواب ندین و کسی هم نتونه به حسین فریدون برادرتون، به نعمتزاده وزیر صنعتتون، به ترکان مشاور عالیتون کاری داشته باشه. اما وقتی صحبت از وضع معیشت مردم و حقوق بشر و بگیر و ببند و اعدام میشه، شما میگین به دولت مربوط نمیشه، دست ما بسته است، ما نمیخوایم تو کار قوه قضاییه دخالت کنیم. ای عجب. چرا جلز و ولز آقای دهدشتی نماینده مجلس و درباره مشاور عالی خودتون آقای ترکان جواب نمیدین یه بار؟ این گونه می شود
که روابط عمومی زیر مجموعه های ترکان سکه هایی به عنوان زیرمیزی برای تهیه کننده صدا سیما میفرستد و در پاسخ اعتراض من میگوید اشتباه من این بود که سکه ها کم بود، اگر بیشتر میفرستادم این مشکل پیش نمی آمد. به دنبال این آبروریزی مردم منتظر برخورد با این فسادند، اما نامبرده سوری برکنار و بلافاصله به عنوان مسئول دفتر دبی سازمان منطقه آزاد اروند حکم جدید میگیرد و به منطقه محروم دبی تبعید می شود. این همان کجروی هایی است که در حال تبدیل به هنجار است. عدم برنامه ریزی و نظارت صحیح و اقداماتی مانند تعطیل کردن سازمان برنامه بودجه توسط دولت قبل زمین ساز گسترش فساد سیاسی و اقتصادی است، چرا که در عدم وجود برنامه شفاف است که ابزار نظارت کم اثر می شود. متاسفانه در این دوره هم آقای ترکان در برابر ورود دیوان محاسبات به مناطق آزاد بیش از 2 سال مقاومت کرد و اجازه ورود نداد. متاسفانه خود نظارتی هم که ندارند. جناب آقای ترکان سربسته میگویم اعطای وام های کلان با بهره 2% و ماشین های گران قیمت به بعضی مسئولین ذی‌نفوذ در آبادان، خرمشهر و اهواز توسط سازمان منطقه آزاد اروند چه توجیهی دارد؟ شما نهادهای نظارتی دیگر را هم که فعلا نامی از اونها نمیبرم آلوده کرده اید. شما که به جای برخورد با سکه های کثیف زیر مجموعه تان متخلف را ارتقای شغلی میدهید، چرا دم از مبارزه با پول های کثیف میزنید؟ آقای روحانی جواب بدین، چرا درباره وزیر صنعت و اینکه مشاور عالیتون بود، چرا درباره وزیر صنعت و معدن و تجارت آقای نعمت‌زاده‌تون جواب نمیدین؟ خیلی گفتیم درباره نعمت‌زاده. نامه من فقط میخوام نامه بخشی از نامه بهمن 95 احمد توکلی نماینده پیشین مجلس به اسحاق جهانگیری معاون اول شما درباره وزیر صنعت و معدنتون رو بخونم. نوشته است آقای نعمت‌زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا، ببینین از همینجا کارهای غیرقانونی کلاهبرداری شروع میشه، برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ویژه خاری سالانه 1000 میلیارد تومانی را برای معدودی تولید کننده این صنعت در پی دارد، آقای نعمت‌زاده مجددا در این زمینه فعال شده است. شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت‌زاده متأسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی اولی را ترجیح داده است، منافع شخصی رو. ببینید من قبل از اینکه ادامه بدم بگم که تا به حال کسی نیامده روی تحقیقاتی که آقای احمد توکلی در سرپرستی در ریاست نهادی که درست کرده به نام نهاد دفاع از شفافیت و عدالت و روی مسائل اقتصادی متمرکزه، هیچ کاری من به نیت آقایون ندارم، تا به حال کسی نیامده یقه احمد توکلی رو بگیره بگه آقا من از تو شکایت میکنم تو دروغ گفتی ها، یا تکذیب بکنه جواب. ولی جرأت دارین بدین؟ اگر جرأت ندارین بیان. آخه این چه مملکتی است که اینا همه منتشر میشه و مردم میفهمن بالاخره، میشنون بالاخره، ولی مسئولانی که موضوع این گزارشات هستن انگار نه انگار و هیچ کاری به کارشون نداره. رهبرم نشسته در حال نوازش همه به اصطلاح جناهاشه. ادامه نامه رو بذاریم بخونم. نامه توکلی ها: نعمت‌زاده در جلسه علنی 16 آذر 94 مجلس اذعان کرد که در 19 شرکت عضو هیئت مدیره بوده، ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره ها به دلیل استفاده از تجربیات 40 ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. این خلافگویی در خانه ملت وقتی آشکار می شود که بدانیم که همسر وی خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده هم اکنون در 10 شرکت مدیر عامل
رئیس، نایب رئیس، عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم ها هم آیا تجربه 40 ساله دارند؟ از آقای نعمت‌زاده در ضمن بپرسین سحر نعمت‌زاده کجاست؟ چرا پلیس امارات دنبالشه؟ ها؟ چرا درباره حسین فریدون برادر محترمتون جواب نمیدین؟ ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور. در رابطه من یه موضوع توضیح بدم. همین بانک رفاه کارگران که موضوع از اون شروع شد، ما یک پرونده سنگینی قبلن که ایشون رئیس بانک ملی بود تشکیل دادیم. پرونده الان در دادسرا مطرح هستش. آقای فریدون، حسین فریدون اصرار کرد به من که این آقا بیاد رئیس بانک رفاه کارگران. گفت من به شدت مخالفت کردم و گفتم ایشون پرونده سنگینی داره، ولی متاسفانه با اصرار ایشون و لابی ایشون این شد رئیس بانک رفاه کارگران. خب قوه قضاییه به نظر شما بیشتر از این میتونست کار بکنه؟ برادر رئیس جمهور فشار آورد. بله بله. الانم اینجا بود گفتم شما فشار آوردی. خب آدمی که مشکل داره هر جا بره مشکل داره و یکیش این نمونه هست. این حرف صریح رئیس وقت بازرسی کل کشور درباره علی صدقی و سفارش برادرتونه که حتما اینو بیارین بذارین مدیر عامل بانک رفاه. چرا جواب نمیدین که فقط یه قلم بی حساب 240 میلیون تومان تو گلوش گیر کرده بود این آقای علی صدقی؟ 240 میلیون تومان، همین، فقط استفانامش رو امضا کردین و تموم. بازم شعار میدین. دو تا لایحه دیگر هم دولت در دستور کار داره و ما این رو داریم آماده میکنیم برای دولت 11 یا دولت 12. یک لایحه شفافیت هست که در لایحه شفافیت همه دستگاه ها باید اونچه که به دست میارن، مواردی رو که خرج میکنن، این رو به طور شفاف باید اعلام بکنن، عموم مردم همه مطلعشن از اون. و یک لایحه دیگری هم داره تهیه میشه و اون راجع به منافع ذینفعانه، یعنی همه مدیران و همه افرادی که در یک تصمیمی ذینفع هستن اونا حق ندارن نسبت به خودشون تصمیم گیری بکنن. همه اون مفاسدی که قبلا مواردی باش برخورد شد، اعلام شد، مربوط میشد که یک عده ذینفع برای خودشون تصمیم میگرفتن. بنابراین لایحه تضاد منافع ذینفعان جزو مواردی هست که داره تهیه میشه برای دفاع از حقوق مردم و ملت. آقای روحانی بالا غیرتن، این حرفایی که میزنی چه ربطی به لایحه داره؟ لایحه میدیم لایحه، اینا همش باید تا الان انجام میشده و انجام نشدنش خلاف حقوق مردم و خلاف قانون خودتون بوده. این همون ماجرای حقوق شهروندی. حالا حقوق ذینفعان و نمیدونم لایحه شفافیت برای مقابله با فساد. مثل اینکه نه قانون اساسی هست، نه تا حالا قوانین موضوعه بوده. از همین قوانین موضوعه فقط یه نمونش، مانع شدن قانون برای دریافت حقوق مدیران بیش از 7 برابر حقوق پایه. اینا چرا اجرا نشده؟ این لایحه میخواد چرا اجرا نشده؟ میخواد چی رو لایحه درست کنی؟ باز سر یه عده رو با این حرف درمانی شیره به مالی. مگه نه اینکه طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمیتواند بیش از 7 برابر حداقل حقوق پایه دریافت کند؟ یعنی بالاترین حقوق ماهانه بالاترین مدیر دولتی سال 94 و 95 باید حد اکثر ماهی 6 میلیون تومان میبود. ولی برای نمونه، یه چند تا نمونه بذاریم بگم.
حقوق و مزایای محسن پورکیانی مدیر عامل جدید شرکت بیمه ایران در اردیبهشت ماه نزدیک به 17 میلیون تومان بوده است. در سال 94 950 مدیر دولتی هر کدام ماهانه 172 میلیون تومان حقوق گرفتند. بذاری من چند تا دیگر رو براتون میخونم. ببین اینا من نمیدونم چی بگم، هیچ واژه‌ای هم به کار نمیبرم، فقط انصافا این سیمم هی پیچیده به پای من. انصافا ببخشید، انصافا آقای روحانی خطیب بسیار خوبی هستین شما، ولی شرم‌آور نیست این آمارا رو وقتی که جلوتون میذارن ندیده میگیرین، بعد فکر میکنین کسی نمیفهمه، بعد مردم که زندگیشون رو میبینن، وقتی مردم زندگیشون رو میبینن بدتر شده، میفهمن که اون بالاها با این همه شعار و ژست و اینا وضعشون خیلی خوبه. هرچی ژستتون بیشتر میشه میگین ما نمیدونم پول گرفتیم فلان کردیم درآمدمون زیاد شده صادراتمون بیشتر شده، میفهمن وضع شما خیلی بهتر شده، ولی وضع خودشون هر روز بدتر میشه. اینا رو که مردم میفهمن، ولی شما که این آمارا رو میبینین، این چیزا رو میدونین، با رقم و عدد بهتون میدن، بعد میگن اینقدر شعار دروغ، هی دروغ میگین، هی شعار میدین، شرم‌آور نیست واقعا؟ فیش حقوقی 260 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، فیش حقوقی 86 میلیونی مدیران بیمه، پرداخت های 70-80 میلیونی تو وزارت بهداشت، پاداش 300 میلیون تومانی مدیران ایران خودرو، پاداش های چند صد میلیونی مدیران بانک صادرات و بانک ملت و بانک تجارت و بنیاد شهید و غیره و غیره، حقوق 800 هزار تومانی کارگرا مال سال 94 اینایی که براتون میخونم، و پرداخت نشدن حق مسکن 20 هزار تومان به بهانه اینکه تورم به وجود میاره تو نظام اقتصادی. نمونهش رو دیدین دیگه، تو تقدیمی اول برنامه پلیس راه، نیروی انتظامی زیر پوشش وزارت کشور، وزارت کشور شما. یک مدیر ارشد بیمه مرکزی در 3 ماه حقوق 30 ساله یک کارگر را دریافت می کند. فیش های حقوقی نشان می دهد تنها 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها 1 نفر 87 میلیون تومان بود موقعی که اون بحران فیش های حقوقی پیش آمد. وام ضروری 400 میلیون تومانی، بهره هاش هم میدونین دیگه، حد اکثر 3% میدن به آقایون. وام خودروی مدیران، اضافه کاری 4 میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده 33 میلیون تومانی. بذارین من ادامه بدم، اگر رسیدیم باز به این حقوقا میپردازیم. در رابطه با حقوق بشر بذارین تا وقت داریم یه مقدار پیش بریم. حقوق بشر هم که اسمشو گذاشتین حقوق شهروندی، که امسال هم ولکنش نیستی آقای روحانی، بازم میگی با این وضع حقوق بشر در ایران همون شعارای 4 سال پیشو امسال هم داری میدی. یکی از اقدامات بسیار مهم و مؤثری که دولت 11 انجام داد تدوین منشور حقوق شهروندی بود و این منشور به کمک حقوقدانان بزرگ تهیه شد و منتشر شد و بعد این حقوق شهروندی ابلاغ شد به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا. روحانی سال 92 میگفت لایحه حقوق شهروندی تدوین میکنم، بعد از 4 سال حالا میگه لایحه رو تدوین کردیم، ابلاغ کردیم، حالا دیگه باید اجرا بشه. گیرم همه حرفات درست. کدوم حقوق شهروندی؟ ایران در میان 180 کشور جهان در رده 165 در پیوند با آزادی رسانه ها قرار دارد و جزء کشورهای سیاه برای رسانه‌ها و خبرنگاران رده‌بندی شده است.
حرفای شما سال 92 یادمون نرفته که میگفتین جوونا باید آرامش داشته باشن، نه اینکه مدام مزاحم سلیقه های شخصی مردم بشیم. انتقاد وزیر کشور از انفعال دستگاه‌ها درباره نحوه پوشش کارمندان، رحمانی فضلی در نشست شورای اجتماعی کشور گفت کسایی که به دستگاه‌ها وارد میشن از ابتدا با پذیرش شرایط و قوانین مشخص که یکی از مهمترین اونها رعایت حجاب استخدام میشن، بنابراین باید همه ضوابط اون را رعایت کنن. رحمانی فضلی تاکید کرده دستگاه‌های حاکمیتی موظفن درباره این مسائل جدی باشن. زن و مردم نداره، میگه هر کس بخواد وارد ادارات بشه باید پوشش اسلامی رو آنطور که ما میگیم رعایت کنه، مرد و زن هم نداره. ببینین من نمیخوام هی مچ بگیرم، واقعا این فریبکاری شما، این تناقض حرف و عملتون سر ماجرای کنسرت های موسیقی مخصوصا دیگه همه فهمیدن بدجوری تابلو شد. آقای روحانی یادتونه دیگه، نماینده امام خامنه ای در مشهد فرمودند کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن. بعد شما جواب ایشون رو دادین دیگه، با از همون جوابای خودتون، یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. خب بعدش کاش میشنیدیم که چه دستی هم میزنن برای آقای روحانی، اون حیوانی ها که اونجا نشستن. به سه روز نکشید شهریور 95 سخنگوی وزارت ارشاد، شنیدین دیگه چجوری آقای روحانی صحبت کرد، همچین زد تو دهن علم الهدا. حالا ببین سخنگوی وزارت ارشاد چی میگه. نظر جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ اسلامی در خصوص عدم برگزاری کنسرت در شهر مشهد به دلیل حرمت بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام و حفظ حریم معنوی آن بزرگوار بوده و مجوزی هم ما در مشهد ندادیم که لغو بکنیم، اصلا برگزار نشده. همشون دروغ میگن، مجوزی ندادیم. اولا دیدین دیگه عملا چی میشه، عملا میشود همون که میگم رو حکومت فقها، حکومت فقاهتی، حکومتی که فقه تعیین میکنه و فقیهان حرفشون حرف اول آخره در جمهوری اسلامی ایران. حالا رئیس جمهورش حتی اگر مؤمن باشه ولی به هر حال فقیه نیست. علم الهدا حرف بزنه، آیت الله علم الهدا حرف بزنه، برمیگرده چنان تو دهن خودش و سخنگوی وزارت ارشادش هم میاد میگه اصلا ما مجوز نداده بودیم. اینا یعنی چی؟ یعنی حرف درمانی آقای روحانی. یعنی آقای روحانی حرفت یه پول سیاه ارزش نداره، یا حرفت ارزش داره اما داری ریا میکنی، نقش بازی میکنی جلو مردم، میای از قانون حرف میزنی ولی پشت صحنه خودت و علم الهدا و خامنه ای که حکم شما و علم الهدا رو با هم تفویض کرده همتون دستتون توی کاسه است، دروغ میگی به مردم چون میخوای در بر همین پاشنه بچرخه، منافعت اینه. حالا که همین دوره دومت شروع شده من پیشا پیش روحانی رو رئیس جمهور کردم، حالا که همین دوره دومت شروع نشده مشاور رسانه‌ایت با تکیه به همون منشور شهروندیت البته میاد برای رسانه‌ها خط تعیین میکنه، گوش کنین ها، اونم با چه لحن شایسته مشاور رسانه‌ای و فرهنگی آقای روحانی. روحانی تو اولین صحبت‌های انتخاباتیش گفته انتخابات برای دفاع، یعنی یک
مقابله است بین ادامه فضای امنیتی با آزادی بیان. حرف البته اونایی که یه جو عقل داشته باشن میدونن که حرف خنده‌داریه، یعنی خنده‌دار که کار من از خنده گذشته است، به خود میگریم. به صحبت‌های آقای حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای روحانی، در جلسه‌ای که اخیراً در دانشکده صدا و سیما و به صورت غیر خصوصی، البته مهم ها، براش مهم نبود که چه کسایی جمعن، برگزار شد، آقای آشنا گوش بدید. سوالات، مسئله سوالات بسیار مهمه. آیا اصولاً کار ما اینجوری که برادرمون فرمودن اینه که مچ باز کنیم، اینه که ما هوش هیجانیشون رو بسنجیم، اینه که ما حاضر جوابیشون رو بسنجیم؟ شما کی همچی وظیفی بهتون داد؟ کی به شما اجازه داد که ببینید که هوش تصویری اینا چجوریه؟ ما نمیتوانیم، من عرضم جدیه، ما نمیتوانیم بدون رضایت آگاهانه کسانی که میخوان مناظره بکنن با هم دیگه یا پاسخ بدن به سوالات، چون این بحث مهمیه که اینا مناظره است یا مصاحبه است، اینا پاسخ بدن بدون رضایت آگاهانه اونها سوال در کنیم ازشون، چه اشکالی داره؟ ما اول سوالاتمون رو اعلام بکنیم عمومی، بگیم این چهار سوال در حوزه اقتصاد مطرح میشه، این چهار تا سوال از کجا بیاریم؟ از اتاق فکر خودمون بیاریم؟ کی گفته که شما در سازمان صدا و سیما چهار نفر دور هم بشینید حق دارید سوال ملی طرح بکنید؟ این موضوع باید در ستاد انتخابات کشور تصویب بشه که مسائل اصلی که کاندیداها باید بهش پاسخ بدن در هنگامی که میخوان بیان در مقابل ملت ایران قرار بگیرن کیان. سوالات هم به کاندیداها اعلام بشه هم به ملت ایران، که بعد یارو نتونه بیاد بگه البته سوال خوبی کردید اما. از کجا میتونه بگه سوال خوبی کردید اما؟ سوالات داده شده به ملت ایران، من دارم عرض میکنم بکنم. اگر ما اجازه ندادیم در 4 سال، در 40 سال مجریای تربیت بشن که تک تک کاندیداها از اونها مثل سگ بترسن، اجازه ندادیم که همچین مجریایی تربیت، من نگفتم سگ کی باشه که بترسن و بدانند که اگر حرف بی رفت بزنند اون مجری قبلا نشان داده که با افراد چی کار میکنه. اگر اینو ما تربیت نکردیم، اون وقت اون آقای کاندید نه اینکه برای مجری احترام قائل نیست، اون داره سازمان صدا و سیما رو دور میزنه، اون داره ستاد انتخابات کشور رو دور میزنه. تمام شد عرضم، خیلی هم تشکر میکنم از تحملت. اون حرفایی هم که نزدم برای جلسات بعد. وقتی بازجوی اطلاعاتی بشه مشاور فرهنگی و رسانه‌ای رئیس جمهور، اینه نگاه و نتیجهش. البته سعید امامی هم میدونین دیگه، سعید امامی معروف معاون سیاسی وزارت اطلاعات دوره فلاحیان بود، اما در پیوند با مسائل فرهنگی سخنرانیاش رو شاید شنیده باشیم، ما بارها پخش کردیم، به ویژه در همدان درباره مسائل فرهنگی به ویژه با تمرکز برخورد میکرد. به هر حال حسام الدین آشنا هم زندانیای در اوین اواخر دهه 70 میدونن، میشناسنش. میگه چی؟ میگه اولا سوالا از شرکت کننده ها در مناظره رو باید ستاد انتخابات کشور تعیین کنه، بده دست مجری، همون سوالا رو مجری بپرسه، بعد این سوالا رو باید حتما از پیش بدین به این آقایونی که میخوام یاد تو مناظره زنده شرکت کنن. این شد مناظره زنده، خاک بر سر مناظره زنده واقعا. ثانیاً 4 تا غیر از روحانی و جهانگیری، 4 تا از این 6 تا سگن، مثل سگ باید بترسن از مجریه. این مشاور فرهنگی تون آقای روحانی. اگر احیانا کسی خیال میکنه که تو دم و دستگاه
رئیس جمهور روحانی آدم های لااقل امروزی و متساهل سرکارن، یه سری به خبرگزاری ایرنا بزنه. خبرگزاری ایرنا مال دولته، هر دولتی که میاد سر کار از بالا تا پایین این خبرگزاری رو عوض میکنه، آدماشو از آدمای مستقیم خودش میذاره. سخنگوی رسمی رسانه‌ای دولت خبرگزاری ایرناست، یعنی منعکس کننده خبرهایی که تیم امنیتی و اطلاعاتی حسن روحانی بهش میدن. حالا قبلش تیم اطلاعاتی و امنیتی احمدی نژاد بهش میدادن. مثال بزنم ببینین، این خبری است که ایرنا در دوره همین اخیراً زده، همین هفته پیش. خبر ایرنا رو میخونم. مقامات سعودی در نظر دارند از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، یعنی خانم عاصمه جهانگیر، بخواهند تا درباره برخی موضوعات مربوط به ایران و نیز اعلام حمایت از سازمان منافقین و قاچاقچیان مواد مخدر در مقابل دریافت 200,000 دلار علیه ایران موضع‌گیری کند. این خبری است که ایرنا زده. خانم عاصمه جهانگیر ضمن تکذیب قاطع این موضوع گفت این اتهامات شوربختانه ارزیابی من را در مورد وجود فضای ترس در ایران قوت می‌بخشد. من این ارزیابی را در اولین گزارشم به شورای حقوق بشر سازمان ملل بیان کرده و گفتم که در ایران از روش‌های مشابهی برای ساکت کردن کسانی که عقاید مخالف خود را بیان می‌کنند استفاده می‌شود. چرا فکر می‌کنید که وبسایت پاسپورت ایندکس فهرست رده‌بندی پاسپورت‌ها در سال 2017 را منتشر کرده؟ در این رده‌بندی گذرنامه کشورهای سراسر دنیا ارزیابی شده و ایران در شمار بدترین پاسپورت، بدترین گذرنامه جهان دست ایران و دو تا کشور دیگه است. بریم پرده آخر. پیشاپیش بنده عذرخواهی میکنم، البته برای این پرده آخر. نژاد آریایی میدونین جزء آیناش مثل هندوها، ریشه هاش یکیه. هندو آریایی اینا ادرار گاو رو به عنوان یک نوشابه مقدس میخوردن آریایی ها. حالا اگه دوست داری برو آریایی باش. شب و روزگار خوش.